بعد نوبت من شد. نوبت چی بود؟ من میخوام باهاتون صحبت کنم. چه صحبت کردی؟ همه صحبت کردیم. واجب چی؟ آقای روحانی یه عکس رو می‌کنید. باشه، جاش حتما. لطفاً یه عکس تون بگیرید. خانوما واجب‌تر. میدونم خسته تون میکنم. آقا سفارش منو بکن. آقا خدا رو بکن، شما رو به خدا بسپارم. آقای امیدوارم به شما میسپارم. امیدوارم خداوند شما رو محفوظ بداره. حتما کنم به شما بسپارم. یه دور دور اونجا میزنیم من میدم. پایین چرا؟ برای اینکه دو عکس‌ها دور باشه. من نیست. مهم نیست. آره. شما خودت اون عکس‌ها رو ولش کن. چی بگم؟ هیچی، من میپرسم شما جواب بدید. شما میپرسید. بله. خب آره. بالا شهر قربان. آقای روحانی خیلی خوشحالم که امروز توی نمایشگاه عکس شما رو می‌بینم. مدت‌ها بود که من میل داشتم شما رو ملاقات کنم. خواهش می‌کنم خودتون اول معرفی کنین و بگین کجا هستین. من شهرداد روحانی در کشور عزیزم ایران در شهر تهران در فرنگسرای نیاوران نمایشگاه نقاشی جناب فخردین فخردینی است که افتخار اینو داشتم که ایشون از منم یه پورتری تهیه کرده بودن که امشب اومدیم برای افتتاحیه کتاب ایشون داره. بعد میخوام ببینم شما چطور شد موسیقی دان شد؟ من به خاطر پدر عزیزم رضا روحانی که خودشون علاقه فراوان به موسیقی داشتن باعث شد که بدون اینکه قبل از اینکه اصلا بدونیم چی کار خواهیم شد ایشون ما رو تشویق کردن که بریم دنبال موسیقی و خب خوشبختانه به صورت علمی و اکادمیک من دنبال این کار از بچگی بودم و بعدم دیگه هنوزم که هنوز ادامه این کار رو داریم انجام میدیم و همش به خاطر پدر عزیزم. پدر چه موسیقی میزنه؟ پدر من بیشتر موسیقی ایرانی طبیعتاً و سازهایی که درش تبحر داشتن ساز ویالون، سازهای ایرانی مثل سنتور و تار بود که خودشون در حقیقت بعضی از این سازها رو خودشون تعلیم داده بودن به خودشون که خیلی شاگرد کسی بودن؟ ایشون یه زمانی شاگرد استاد ابوالحسن صبا بودن که ویالون پیش استاد صبا کار کردن. بعد خانواده شما چند نفرن؟ همه موسیقی بودن؟ ما پنج تا فرزندیم که چهار تا پسر یک خواهر که بله پسرها همه موزیسین شدن و خب خواهر ما هم خیلی زود ازدواج کردن دیگه فرصت این که دنبال موسیقی برن نداشتن. من میخواستم ببینم که روی موسیقی ایبوری چرا اونایی که آکادمی کار میکنن بیشتر رو موسیقی محلی ایرانی کارشون انجام میدن؟ من نمیدونم اگه مثلا آهنگای شمال جنوب بله آره. یعنی عموم اینایی که اینجا درس خوندن میرن میان بعد کارا همه رو ممکنه یه مقدار از کارا اینجوری بشه. بد نیست که موسیقی محلی رو یا موسیقی به اصطلاح فولکلوریک هر کشوری رو آهنگسازا بهش توجه کنن برای اینکه خب این ملودیای خیلی خوبی ما داریم مثل خیلی از کشورهای دیگه. در نتیجه این ملودی ها هرچی بیشتر روش کار بشه و تکرار بشه باعث میشه که در حقیقت به فراموشی سپرده نشه. اینه که شاید بعضی از آهنگسازا علتی که طرف این نوع کارا میرن برای اینکه موسیقی فولکلورشون رو معرفی کنن. بعد برنامه آیندهتون چیه؟ والا یه سری برنامه های زیادی داریم به اصطلاح برنامه‌ریزی میکنیم که خب زمان میبره. حتما خدمتتون میگیم وقتی که زمانش یه دو تا سه تا هنرمندای بزرگ موسیقی که شیفته کارشون رو که من شیفته کارشونم والا خیلی زیادن میدونی من بله البته خب موزیسیانایی که دیگه انقدر به یه مقامی میرسن که دیگه تعلق ندارن به یه فرهنگ یا به یه کشوری من مثلا میتونم اولین کسی که اسمش یادم بیاد مثلا بتوون لودویگ فان بتوون دیگه میدونیم مثلا شاعرهای ما مثلا سعدی مثلا حافظ دیگه با اینکه در ایران عزیز متولد شدن ولی دیگه تعلق به یه به اصطلاح محدوده خاصی ندارن. به تمام دنیا سعدی مثلا میدونیم شعرهاشون در سازمان ملل که وارد میشیم شعر مهمشون رو اونجا زدن. اینه که
در به نظر من آهنگسازای بزرگ دنیا دیگه مثل همچین که گفتم بتوون کسیست که تا شما فرمودین یه نفر معرفی کنم اون به ذهن من اومد. بعد من خودم شخصا اعتقاد دارم که اوج هنر ستایش خداونده. آیا در این موسیقی این احساس میشه؟ بله حتما، یعنی وقتی که سر گذشت این آهنگسازای بزرگ رو شما میخونین میبینین که الهامی که بهشون شده برای ساختن اون اثر خیلی هاش الهام آسمانی است. کارهای باخ رو شما گوش میدین میبینین که در راه به اصطلاح برای دین و برای انسانیت اینا خب آثار خیلی زیادی خلق کردن و بعضی وقت آدم میتونه تصور کنه که این ایده‌های زمینی نیست، ایده‌های آسمانی است که هم خیلی نقاشا، نویسنده‌ها، آهنگسازا از یه جایی بهشون الهام میشه که من حدس میزنم که بعد از یه جای خاصی باشه. من از شما متشکرم، برای شما آرزوی سلامتی، خوشبختی، همراه با شکر. خیلی ممنون.